وقتی صحبت از حمله جنگ میشه، صحبت از ممکنی که آمریکا به ایران حمله کنه، مردم ازش استقبال میکنن. من اصلا مردم اون جنگ رو میپذیرن ولی شرط کنون رو نمیخوام بپذیرن. من مثل شما بی هوا از مفهوم مردم استفاده نمیکنم. چیزی که مادم توی جامعه میشنوم، یعنی ما هیچ فضای مجازی میبینم که نوشتن، هیچ وقت فضای مجازی یا ارتباطات شخصی ما نمونه معرفی برای دیدگاه های مردم نیست. این که من با اینکه خودم خیلی تو فضای مجازی هستم، ولی اگه مثلا همه فالوورها هم بیان بگن که مثلا از یه چیزی تبعیت میکنم، میگم تهش اینا 150,000 نفر هستند از اگرچه گروه های مختلف اجتماعی، ولی نماینده همه جامعه ایران نیستند. من در غیاب یه نظرسنجی که نشون بده که مثلا مردم ایران چقدر، مردم ایران، وقتی میگم مردم ایران یعنی نمونه معرف نظرسنجی که نشان بدهد که گروه های مختلف جامعه ایران چقدر طرفدار حمله به ایران هم. و من اساسا این گونه سخن گفتن رو عادی سازی شر میدونم. عادی سازی شر، حمله به ایران شر مطلقه. در هیچ کدوم از این کشورها حمله کردن سبب خوشبختی نشده، افسانه است. شما بزنید زیر ساختای یک کشور رو داغون بکنید، بعد مثلا جاده ها با 4 تا نیروگاهمون تخریب بشه، برمیگردیم به عصر حجر. خیالتون راحت بشه. و به صراحت گفتم مثلا تهران قدیم رو در نظر بگیرید، مثلا برق نداشت، ولی چون قنات ها از تو خونه ها رد میشد بالاخره آب بود. الان ما خونه هامون طبقه 11 12 این برجاست، میدونی اگه برق قطع بشه آبمون بالا نمیرسه. شما اگه 5 تا نیروگاهتون تخریب بشه و برق نداشته باشین، آبم نخواهید داشت، خیالتون راحت، اینترنت هم نخواهید داشت، تلویزیون هم نخواهید داشت، یخچال هم نخواهید داشت. برمیگردیم به عصر حجر. از عصر حجر بدتر، چون آدمای عصر حجر خونه هاشون یه جایی ساخته بودن نزدیک منابع آب بود، حداقل خودشون میتونستن بشورن، تشنه هم نمونن. ما خونه هامون هم نزدیک منابع آب نیستا. حمله نظامی به یک کشوری مثل ایران شر مطلقه، بالاخص برای مردم. عراق الان 20 سال ازش گذشته. روایت آدم هایی که به عراق سفر کردن، به کربلا، نجف، بقیه بشنوید ببینید مثلا عراق توسعه یافته. و شهر جنوبی خودمون هنوز لیبی اثر جنگ رو دارن. ما چند سال، 30 سال جنگ تموم شده، بیش از 30 سال جنگ تموم شده. خرمشهر بازسازی شده، آبادان بازسازی شده، آبادان برگشته به آبادان قبل از انقلاب. ببینید سخن گفتن از اینکه مردم حمله به ایران رو میپذیرن، به گمان من شر مطلقه، عادی سازی شره. مسئله ما در درون حل میشه، نه با خارجی ها و نه با حمله خارجی. من باور نمی کنم که هیچ کشور خارجی خیرخواه درون ایرانه. باور نمی کنم. نه آمریکایی ها، نه روسا، نه چینی ها، نه ترکا، نه عربا، نه هیچ کسی دیگه. ما مسئله مون رو باید خودمون حل بکنیم. نه با حمایت کردن، نه استقبال کردن از تحریم، نه استقبال کردن. تحریم شر مطلق بوده. تحریم فقط جامعه ایرانو فقیرتر کرده. تحریم فقط احساس تهدید امنیتی رو برده بالاتر و سازمان زدایی کرده. تحریم همون کالایی رو هم که تولید میکردیم از دستمون گرفته. تحریم ما رو از زنجیره اقتصاد جهان بیرون کرده. تحریم زندگی کردن ایرانی‌ها رو دشوار کرده. تحریم باعث شده که حتی ایرانی که خارج از کشور کار میکنه، $2,000 پول میخواد به داخل منتقل کنه، نقش یک کارگر هندی رو در قبال اقتصاد هند بازی کنه، او رو هم نتونسته انجام بده. تحریم باعث شده شما یه استاد نمیتونین از خارج بیارین در داخل انتقال فناوری دانش انجام بدین. برین از شرکت ها بپرسین، ببین میخوام مثلا یه تکنولوژی بیارم یا یه استاد میخوام بیارم آموزش بیارم، از ترس اینکه در پاسپورتش مهر سفر به ایران نخوره میگه باشه من میام، شما بیاین دبی، منم میام دبی، کلاساتونو تو دبی تشکیل بدید. شدیم برند ایمیج دبی رو داریم درست میکنیم. تحریم شر مطلق بوده، هیچ نعمتی توش وجود نشته، هیچ نعمتی. به همین نسبت حمله خارجی به ایران هم شر مطلقه. برمیگردیم به پیش از عصر، برمیگردیم به عصر حجر، خیالتون راحت. شبکه برقتون، شبکه آبتون، شبکه حمل و نقلتون، شبکه همه چی تخریب میشه. حمله خارجی چیز، من نمیدونم ایده که مردم ایران طرفدار حمله خارجی هن از کجا اومده. حمله به ایران کیا طرفدارشن؟
اونایی که طرفدار حمله به ایرانن، خداشون زندگیاشون رو، مثلا حتی ایرانیاشون، خداشون حاضرن زندگیاشون رو تو آمریکا و اروپا وضع کنن، رها کنن بیان در ایران بعد از حمله زندگی کنن، حاضرن هزینه زندگی کردن در ایران قبل از حمله رو بپردازن که حالا بعد از حمله بیان؟ و این توهمی که مثلا فرض کنید که کره جنوبی یا ژاپن بعد از حمله مثلا آمریکایی‌ها یا آمریکایی‌ها ساختنشون بعد از حمله، اینا من حداقل به عنوان یک کسی که رساله دکتریم در مورد کره جنوبی بوده میگم کره جنوبی، کره جنوبی خودشون ساختن و از شکاف‌های بین آمریکا و ژاپن و روابط بعد از جنگ و اینا استفاده کردن. اصلا اینجوری نیست. و یادتون باشه در قرن 21 از بین رفتن زیرساختاتون در هر حمله به معنای نابودی برای همیشه است. خب میدونید مثلا تو این حداقل یک هفته اخیر که حالا نرخ دلار خیلی بالا پایین شد و یک رقم مثلا از 50,000 تومان رسید به 60,000 تومان، باز چیزی که در موردش در صحبت میکنن که اون آدمی که مثلا امشب میره خونش میخوابه از فردای خودش خبر نداره، این باعث یه استرس و نگرانی میشه که سرنوشتش چی میشه، خانوادهش چی میشن، بچه هاش چی میشن. این شاید بشه یک اون خش، دوباره یه خشمی که بعد بیاد اینجوری توی فضا مجازی میگه ولش کن بذار آمریکا بیاد بزنه، بهتر از زندگیه. آره ببین خیلی حرف جالبیه. من که همیشه منتقد این سیستم اداره کشور بودم، قبولش هم ندارم این مدل اداره کردن رو، حرفم هم همیشه زدم. خب اما میخوام یه نکته بگم، شما نگران این هستین که امشب میخوابین و فردا دلار میشه 59 تومن، 1,000 تومن میره روش، خب و از این احساس بی‌ثباتی میکنین، درسته؟ بعد از این شر بی‌ثباتی اقتصادی فرار میکنین به شری که زیر ساختای کشورتون داغون، تخریب، همه چی میشه. بعد شب اصلا میتونین بخوابین که فردا ببینین چه خبر میشه، یعنی شب که خونتون خواستین بخوابین گاز، آب، برق، انرژی، امنیت دارین که اصلا ببینین فردا صبح بیدار میشین یا بیدار نمیشین. ببینید در لحظات ناامنی کشورها چه اتفاقی میفته. ما تا حالا یه آمارایی داریم، مثلا در عراق وقتی بعد از حمله روزی چند نفر کشته میشدن که هیچ وقت قاتلشون پیدا نمیشد، روزی چند تا جسد گمنام در عراق پیدا میشد. ما هیچ وقت رفتیم بررسی بکنیم ببینیم که، نمیگم بعد از جنگ ها، خب زشت این حرفی که میزنم، حرف بدیه، بریم یه بار نگاه کنیم در زلزله هایی که در جهان اتفاق افتاده، زلزله های ویرانگر مثل زلزله هایتی، بلخص در کشورهای توسعه نیافته در حال توسعه، بعد از زلزله آمار تجاوز به زنان چقدر افزایش پیدا میکنه. در اوج زلزله ها ربی تخریب شده، همه چی ریخته به هم دیگه. بعد ما میخوایم بگیم یعنی از بی ثباتی ناشی از قیمت دلار فرار میکنیم به بی ثباتی ناشی از فردای حمله نظامی؟ فکر نمی‌کنی یه جایی این استدلال ایراد داره؟ و سوال، هزینه تلاش کردن برای اصلاح وضع موجود بیشتر از هزینه تلاش کردن برای ساختن یک کشور ویران شده بعد از حمله است؟ فکر میکنین شبکه برق ما رو اگه زدن تخریب کردن بعدش بازسازی کردنش منهای زمانش، فکر کنیم یه پولی میدیم با یه عصای موسایی میزنیم از نو میسازیمش، فکر میکنین چقدر هزینه داره؟ $1,000,000,000. هر 1,000 مگاوات نیروگاه برق ساختن، هر 1,000 مگاوات به قیمت سال 94-95 که من اون موقع ها پرسیدم، 97، 600 میلیون یورو هزینه داره. ما نیروگاهش ها، شبکه و خط توزیع و فوق توزیع و ترانسفورماتور و دیسپاچینگ و اینا همه هیچ، فقط همون نیروگاه، یه کارخونه که برق تولید کنه، هر 1,000 مگاواتش به قیمت سال 97 600 میلیون یورو کف کف هزینه داره. ما تو ایران چقدر نگار نیروگاه نصب شده داریم؟ 86,000 مگاوات. تا به امروز فکر میکنم حدود 90,000 مگاوات شده. 90,000 مگاوات برق تا
تولیدی داریم. 90 تا 600 میلیون یورو چقدر میشه؟ میشه 54 میلیارد یورو. 60 میلیارد یورو. یعنی اگه یه تخریب عمده‌ای در شبکه برق ما صورت بگیره، این یعنی 60 میلیارد 70 میلیارد یورو شما فقط اگه پول بخواید لازم داشته باشین برای اینکه اینا رو از نو بسازین. فکر می‌کنین این پول از کجا باید بیاد؟ بعد از کجا تامین میشه؟ چه جوری؟ بعد با کدوم نیروی مهندسی؟ فکر کردین دنیا میاد براتون میسازه؟ حالا سوال، هزینه تلاش کردن برای ساختن وضع موجود بدون ویرانی بیشتره یا هزینه این که بزنیم ویران بکنیم، کشته بشیم، حمله خارجی، تحقیر خارجی؟ ما یه بار تو تاریخ مغولا اومدن در نوردیدن این کشور رو هنوز کمر راست نکردیم. یعنی هنوز هم یه عده‌ای هستن تحلیل میکنن که یه عقب ماندگی محصول متوقف شدن رشد بر اثر متوقف شدن جریان تاریخی در جریان مغول هاست. خب با فکر نکنید مثلا یه حمله خارجی خیلی تفاوتی داره با داستان مغول ها. برگردیم به ایران جنگ جهانی اول وقتی اشغال شد، برگردیم به ایران جنگ جهانی دوم وقتی از جنوب امریکایی اومدن، از انگلیس، انگلیسی ها و امریکایی ها، از شمال هم روسا. ما این خاطرات نمیدونم چرا یادمون میره. اشغال شدن، تخریب شدن، وارد جنگ شدن، اینا مواهب تاریخ بشر نیست، جز شر مطلق چی نیست. ببینید ازش استقبال نکنیم و عادی سازیش هم نکنیم. یعنی به صراحت نگیم مردم اینو میخوان. من نمیدونم اون مردمی که تو فضای مجازی حرف میزن اصلا اینجان یا اون ور دنیان، اصلا ایرانیان یا اکانت یک کشور متخاصمن. اصلا نمیدونم با چه منافعی. حداقل یه نقشی وجود داشته باشه برای جریان فکری، برای جریان سیاسی. حرف زدن درباره همینه. اینکه شما که نباید مثلا از دست یک مثلا وضعیت بد مثلا کوچیکی بریم به سمت یک شر مطلقه.